تحرکات دیشب در مرز ترکیه و سوریه بعد از اصابت چند موشک به تانک‌های ارتش ترکیه. موشک ها از سوی نیروهای دموکراتیک سوریه شلیک شدند که بیشترشان را کردهای سوری تشکیل می دهند. در این حمله اولین سرباز ترکیه در خاک سوریه کشته شد. سه سرباز دیگر هم زخمی شدند. در پاسخ ترکیه می گوید دست کم دیشب 80 بار مواضع نیروهای کرد سوری را توپباران کردند. این تبادل آتش امروز صبح هم از اینجا روستای قارقامیش در این سوی مرز دیده می شد. و در داخل کاروان نیروهای ارتش آزاد سوریه با حمایت و هدایت ترکیه حالا بعد از گرفتن جرابلس و چند روستای دیگر از داعش در حال پیشروی هستند. پیشروی ها اما فقط علیه داعش نیست. یکی از گردان‌های وابسته به این گروه اعلام کرده که امروز دو روستا را هم از دست نیروهای دموکراتیک سوریه گرفتند. مقامات ترکیه پنهان نکردند که در عملیات سپر فرات جز بیرون راندن داعش هدف مهم دیگری هم دارند. جلوگیری از به هم پیوستن بخش‌های تحت کنترل کردهای سوری در امتداد مرزهای ترکیه که آنکارا آنها را شاخه‌ای از پککه می‌داند. نبرد در آن سوی مرز در حالی ادامه دارد که در داخل ترکیه نیروهای وابسته به پککه حملاتشان را به طرز چشمگیری بیشتر کرده‌اند. اینجا فرودگاه دیاربکر است. دیشب بعد از اصابت چند خمپاره که منابع محلی گفتند پککه آنها را شلیک کرده. هدف ظاهراً نیروهای پلیس و امنیتی بوده. ارتش ترکیه حالا وارد چهارمین روز عملیات در خاک سوریه شده. از یک سو هم خبر از فرستاده شدن تانک‌های بیشتر به گوش می‌رسد و هم از دیروز کاروانی از گروه‌های امدادرسان ترکیه‌ای مواد غذایی و بهداشتی را به جرابلس بردند. آنکارا امیدوار است به این ترتیب حمایت بیشتری را از ساکنان عرب و ترکمان منطقه به دست آورد. هرچند هنوز معلوم نیست با ادامه درگیری ها به خصوص با نیروهای کرد سوری حمایت بازیگران خارجی از ترکیه چقدر قوی باشد. چیزی که تجربه نشان داده در معرکه سوریه همواره بیش از یارگیری محلی تعیین کننده است. نفیسه کوهنورد، بی بی سی، استانبول. و همین حالا نفیسه باز هم از استانبول با ماست. نفیسه، در این جنگ سوریه تعداد بازیگران بین المللی کم نیست. الان جایگاه ترکیه در این جنگ چطور تعریف میشه؟ ترکیه همونطور که تو گزارشم اشاره کردم فرداد امیدواره که بتونه از نیروهای محلی استفاده بیشتری بکنه. به هر حال این نیروهای محلی که الان وارد خاک سوریه شدن خودشون از همین مردم همون منطقه هستن، از جنگجوهای همون منطقه هستن یا منطقه‌های اطراف، که اولین بار هم نیستش که با نیروهای کرد سوری درگیر میشن. اونها هم دایره اینو دارن که این روستاهایی رو که دارن پس میگیرن روستاهای عرب نشین یا ترکمان نشینه. در نتیجه از این نظر به نوعی دارن، یعنی همراهی میکنن ترکیه رو و به هر حال سیاست ترکیه رو هم میتونن دنبال بکنن. اما وقتی که کار به بازیگرای خارجی میرسه کار سخت‌تر میشه، به خاطر اینکه از یک طرف این نیروهایی که اونجا هستن همون نیروهایی هستن که تو ادلب و همین داریایی که الان داره خالی شده در چند روز گذشته از حضورشون، یا همین مناطق اطراف حلب نیروهایی هستن که با رژیم سوریه دارن میجنگن. ایران و روسیه از ترکیه خواستن که هماهنگ بکنه عملیاتش رو با دمشق، اما معلوم نیست واقعا این هماهنگی چطور میتونه انجام بشه وقتی نیرویی که ترکیه داره هدایت میکنه همون نیروی مخالف مسلح آقای اسد هستش که هم روسیه بمبارانشون میکنه، هم مشخصا با حزب الله دارن میجنگن یا با نیروهای ایرانی روی زمین دارن میجنگن. از طرف دیگه نیروهای کرد سوری هم به هر حال نیروهایی هستن که تحت حمایت آمریکا هستن، گرچه آمریکا وعده هایی رو داده بود به ترکیه که هم نذاره تنش بالا بگیره، هم نیروهای کرد رو به عقب برونه از این مناطق،
و حتی نیروهای کرد هم دیروز یک بیانیه دادن که میخوان تنش رو پایین تر بیارن، اما بعد از این شلیک به تانک به نظر کار از کار دیگه گذشته بود. به هر حال اونجا یک گرهی ایجاد شده که آمریکا داره سعی میکنه که نه این ور رو خیلی حمایت بکنه نه اون ور رو. اگر شما به لیست بمباران‌های نیروهای ائتلاف هم نگاه بکنید، هیچ اثری از بمباران در اطراف جرابلس یا روستاهای اطراف جرابلس نمیبینید. این چیزی که ترکیه به هر حال مدام در گزارش‌های تلویزیون‌هاش میگه که این با همراهی نیروهای ائتلاف داره اتفاق میفته، جنگ علیه داعش. اما به نظر میرسه که چنین همکاری فقط مختص همون یک روز اولی بود که آقای بایدن در اینجا بود و عملیات شروع شد. هرچند گزارش‌هایی هست از اینکه فشار رو هم آمریکا بر روی نیروهای کرد سوری هم میاره، ولی خیلی معلوم نیست که به کجا برسه. نفیسه، و خیلی کوتاه اگر بگی واکنش‌ها در داخل ترکیه چه است؟ چقدر مردم حمایت نشون میدن از این اقدامات نظامی ترکیه؟ طرفدارای دولت به هر حال دارن حمایت میکنن، به خصوص جوی که بعد از کودتا اتفاق افتاده، کودتای نافرجام اتفاق افتاده، این حمایت ها رو بیشتر کرده. بعد از انفجار انتب و همچنین تحرکات بیشتر پکک در داخل ترکیه باعث شده که نگاه ها به این باشه که ترکیه حق داره که اون ور هم بجنگه و با پکک هم اصلا بجنگه، اون چیزی که خود ترکیه هم رسما اعلام میکنه. اما در طرف دیگه مخالف های دولت یا منتقد های دولت بگیم، خیلی ها میگن اصلا چه دلیلی داشت الان بریم، الان دیگه خیلی دیر شده برای اینکه وارد بازی سوریه بشیم از یک طرف، از طرف دیگه چرا باید سربازهای ترکیه در اون ور مرز جان خودشون رو از دست بدن. هرچند آقای اردوغان باز هم در انتب تاکید کرد که به عملیات ادامه میدن و همچنین به مبارزه با گروه‌های تروریستی اونطور که آقای اردوغان نام میبره. ممنونم از تو نفیسه کوهنورد. همونطور که داشتی اشاره میکردی به سخنان آقای اردوغان در انتب یا انتب، تصاویر زنده هم داشتیم از بازی انتب. ممنونم از تو نفیسه.